تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه، تحریک روح تا تو آشخاشونی میفهم تو هم آدم ایسانی آلی تو همه ترکم میخوام باشی مثل بره فرم و چشو گوش تو من بخونم یه سرده تو تهران لعنتی شوری نیستش خبری از گل و بسنی چوری نیستش تو چنکل بخور تا خورده نشی تو نصف بوده ای از نصف بحشی ارتدام طبقاتی تو بیداد میکنه روح مردم و زخمی و بیمار میکنه کنار همه فقیره و مایه دار خفه توی تاکسی همه میخوان کرایه نده حقیقا روشن خودتو به اون را نزن روشن درش میکنم و سه رو جانم خدا باشو من چند سالی با درد کنم خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از کارم کجا هاشو تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشوارم با درد دارم خدا پاشو من چند سالی با درد دارم خدا پاشو پاشو دیدشو ناراحت از کارم کجا هاشو کل و چرخش با هم کرایه بنزه من و تو اون بودیم از یه قطره حالا ببین فاصله ما چقدره دلیل چرخش زمین نیست جاذبه پوله که زمین رو میچرخونه جالبه این روز اول پوله بعد خدا همه رکت تر با کت خدا بچه میخوا با یتیمی بازی کنه بابا نمیذاره یتیم لباس کسی فکر که فقط یکی داره آگاهیم از این بلایا حتی فرشته هم نمیاد این برا تا نشین فنا ما همین بلایا اما کمک نخواستیم مش بریزه کافی همین برا ما آدم مریض حرفامو درد کرد تموم نکردم هر خدا برکرد چند سالی ما درد کنم خدا پاشو پاشو دیدشون ها راحت از کارم کجا هاشو تازه اول کارم خدا پاشو من یه آشوارم با درد کارم خدا پاشو من چند سالی با درد کارم خدا پاشو پاشو دیدشون ها راحت از کارم کجا هاشو تا حالا شده عاشق دختر بشی میخوام حرف بزنم رکتر بشی بشه خود میگی اینه عشق تاریخی اما تافه با یه بچه مایه دار خواب دیدی غیره یاده باشه غیره خود بزن قیده هرچی یادم که کناره میبینی تو نیده یکی هم زنه تو سوار ماشین خدا به روز غم میزنه میکنی با کینه تو خاک منم میخوام مایه دار بشم اغدر رو کنم درکش دعا نکن بی اثر نمی کنن درکش میخوای تو بیداری کابوس ببین بیا با هم به این دنیا پوش ناموس بدیم با اکور باشی نبینی که فقر و هر جا کنار خیابو نبینی فقر و فرشا خدا بیدار شو یه آشغال با طرف داره نکنه تو هم به فکر اینی که چی سر داره همراه خانم آزاده خرمی سلام بفرم من مادر آزاده خرمی هستم آزاده خرمی دخترتون به خاطر بدجوابی و ایجاد آلودگی صوتی بازداشت شده فعلا یه تعهد میده میتونید ببرید ماشینشون چی؟ ماشین مال کیه؟ مال پدرشون نیستم مسافرت
هر موقع اومدن مدارکو بیارن میتونن خودرو رو هم ببرن. چشم، مرسی. بیا بشین. آدرس شریعتی ها پیش شمرون. بله. کوچه شهید قرقی. شهید قرقی؟ قرقی. جناب من معذرت میخوام، قرقی. قرقی من. قرقی. خانم شما وسیله هاشو تحویل بگیرید. پلاک 133. اونجا امضا بزن. انگشت. کجا؟ اینجا. وسیله هاتو جمع کن. بس شما درد. سلام نباشه. اینا برمی. با اجازتون خدا میتونی بریم. نفر بعد آقای علی عزیزی. بابا سرعت نمیرفتم به خود چرت آوردم. آه بی خودی تو لردشم به خاطر چرت آوردم اینجا. آقا نارو بکش جلو. خوب کردم. خوب. لباسم دیگه بهتر از این نبود واسه من بیاری دیگه. ساکت. باز ضبطو بردن؟ خستم کردی دیگه، نمیدونم با چی کار کنم. بذار بابات بیاد تکلیف تو رو روشن میکنم. قشنگ حس تو میفهمم. دهنت رو ببن. سیگار میکشی؟ من سیگار میکشم؟ بابا اینا تهمت میزنن فیلم جدیدشونه چون میدونن ننه بس دیگه. دیگه سیگار میکشی؟ ما خانم داره با آزاده دعوا میکنه طبق معمول. گوشی به من خدافظ. راستی برشم میکشی؟ نه چیزی نشده. نه عزیزا همه خوبه. تا هم که هفته چه بار حالا این نگیری خیالت راحت نمیشه که شما باید باشه دنبال چی میگردی ها؟ شارژرم. حواس نمیذاری واسه آدم بابا. نه خیر. دنبال این میگردی. بیا. واسه چی بدون اجازه اومدین تو اتاق من؟ بدون اجازه؟ الو شادی، من با تماس میگیرم. شادی، آره. اون صدای ضبط و بی ثابت هم کم تو. ای بابای مامان به همه چیز آدم کار داره. به جای قرتی بازی برو درس و مشقت برس. این حرفا رو تو کلانتری یاد گرفتی؟ اونشو ببینم. پرو. آرش چی کار می‌کنی؟ آرش! بابا چرا چرت و پرت دستم به درسی اینجا اینجا خودم برات پیدا می‌کنم. برو. برو ببینم. بس خودم برات پیدا می‌کنم. برو اینا. ایناش. خیلی خوب زود باش. میرم. چلمن بده من دست تو. هوله نمیخوام. یا برو بشتار بگیر اینا رو زود باش. حال بچه جوی اینا رو جمع کنم. مزخرف. من از همه تو معذرت میخوام.
داداشم یکم تاب داره. بریم. اونو کجا میبری؟ آرش! یک دو سه آزمایش میکنیم. آی گلهای فراموشی باغ، مرگ از باغچه خلوت ما میگذرد. داس بده. صدا بر اثر نوسان تولید میشه و شدت صدا به نوسان اون بستگی داره. هر چقدر نوسانش بیشتر باشه صدا بلندتر و هر چقدر کوتاه‌تر باشه صدا کمتر شنیده میشه. حرکت صوت هم به صورت طول موجی هستش، یعنی این که طول موجیه که تناوب داره و یه ریتمی داره که میتونیم اونو بذاریم توی نمودار و مثل یه معادله سه‌بعدی بهش نگاه بکنیم که یه ایکس و ایگرگ و زدی داره. حالا میخوایم ببینیم که راجب ماندگاری صوت چه چیزایی میتونیم بگیم. حتما تا حالا شنیدین که میگن تنها صداست که میماند. میخوایم ببینیم که یه نظریه وجود داره که میگه شاید بشه صداهایی رو که تموم شده و گفته شده دوباره اینا رو شنید. یکم زدم خدمت شما. تلفن قطع میکنیم با کلاس وسط اتوبان بودم داشتم حرف میزدم. نه حرف نمیزدم، تو زنگ زدی نمیتونستم با حرف بزنم دیگه. پلیس تعلیمم کرد. خیلی خوشگل تویی. الله شدی ما تلویزی قشنگ میبینی. آره دوست داری بهترین جاف سیلون تویی الان دیگه. روزه اش ندیدی؟ میخوام اونم شکر کنم و من شایسته کرد میخوام میخوای آشنا کنم. آره چجوری؟ آلی عزیز تو بگی عزیزم. برو به احمق بزن، بزن برو به احمق بزن. یکی؟ تو برو برو علاق خوشن دانشان رو زن میدم عزیزم. برو 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 بشن پارم واسد یه زبط آدم حسابی بندست. آدم حسابی بشه خودت دیگه. نه لباسات خیلی خدا دویی دوید الان میره اوتو میزنه به قرآن میگیره نگاه کن. حالا امروز خواهم برم پارتی، یه مهمونی خوب ها شهرام قاجار و یوسف بیچار و چه میدونم امیرعزیزی و نمه هستم.
به جان مادرم و دو صفحه قرآن رو دیدی گفتم حسن یه دقیقه بیا جا شما دختر چرا اینجوری هستین؟ چرا اینقدر حسودین شما؟ آقا سلام یه خبر بفهم یه سیلور فرم بده خورد داری؟ سلام علیکو سلام آقا داوود بابام گفت دوتا دیگه بدی یکی دیگه از این بدی اطلاعات خدا خدافظ همین یکی رو میخوام آزاده 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 این وسایل تو زیر زمینو کی به هم ریخته؟ آرش واسه چی؟ چه میدونم دنبال اسکیتاش میگشت بیا این سالادو بخور حالا اون آتشخاله رو واسه چی نگه داشتیم؟ به خودم مربوطه تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ کجایی؟ پرسیدم کجایی جواب بده تو صدای منو میشنوی؟ جواب بده الو الو صدای منو میشنوی الو سیگاری میزنی؟ من میگم صدا شنیدم تو میگی سیگاری زدی؟ گوشی؟ چیه والا تق رو میرزی؟ اونا من باز بدبختی شدم دست نزم بیم بر بیم بر بابا اکبر چی مسخره باز داره در میاری؟ من دارم با جدی حرف میزنم بله دیگه میزنی دیگه سیگاری میزنی اوتو زدی امروز سیگاری نمیزنی؟ بابک به خدا من صدا شنیدم میگم یه خبرهایی تو این خونه هست دیوانه شدی یا؟ خیلی دیوانه شدی اصلا من دیوونم؟ باشه باشه من دیوونم من چت زدم من خولم تو عقل کلی تو خوبی چرا دیگه زنگ میزنی حمام خوشت میاد نمیگی تو خونه و صدا میاد تو خونه چه خبر چی من دیدیم اونجا رو چی من دارم با جدی حرف میزنم نکن عزیز من سیگاری نکش بنگ نزن علف نکش چرز نخور بابا اکبر چی میخندی دیواله شدی دیگه داری یه کلی یه حرف میزنی از زنگ میزنی چت پرت میگی اصلا با شوخی ندارم بابک خوش اومدی قد کرد چایت سرد شد من دیروز تو اون زیرزمین یه صدایی شنیدم از همون رادیوه باش حرف زدم باور نمی کنی نه؟ چرا؟ صبحونه تو بخور مدرسه داره دیر میشه من فکر میکنم تو این خونه جن هست پس بیچاره جن ها دو روزه از دست تو دیوونه میشه شما که اینقدر از دست من زله شدین چرا نمیذاری من برم یه خونه بگیرم تنها زندگی کنم حالم از این خونه به هم میخوره این قبرستون میمونه این خونه ارواحه آدم تو خونه‌ای که زندگی می‌کنه راجبش اینجوری حرف نمی‌زنه. آها. بچه بحث امروزمون راجب تاریخ معاصرمونه. اولین موضوعش انقلابه. انقلاب تو لغت به معنی دگرگونیه. اگه از بعد جامعه شناسیش بخوایم نگاه کنیم انقلاب عبارتی است
از قیام اکثریت مردم یک جامعه علیه حکومت اون کشور. حالا میخوایم ببینیم قیام چیه. قیام یک غریزه است، یک غریزه ای که وقتی مردم یک جامعه میبینن که شکونات اخلاقی جامعهشون به خطر موضوع بعدی کاپیتولاسیون بچه ها. کاپیتولاسیون یعنی چی؟ یعنی واگذاری حق قضاوت و مجازات اتباع خارجی به یه دولت بیگانه. کاپیتولاسیون سلطه‌ای که از کشور بیگانه بر روی کشور میزبانه. یعنی چی؟ یعنی این که قبل از انقلاب آمریکایی که تو ایران می اومدن هر کاری که دلشون الو 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 جواب بده. الو صدا میشنوی؟ میشنوم. تو کی هستی؟ تو کی هستی؟ من کد 4257 هم. تو چی؟ من کد مود ندارم. اسمت چیه؟ اسممو میخوای چیکار؟ خب نباید بدونم. ببینم تو همین اطراف میشینی؟ خانمی که نمیدونم کی هستی، بهتره بری اسباب بازی دیگه پیدا کنی. دیگه هم روی موج نیا. نه بابا صبر کن ببینم، خب باید حرف بزنم. الو الو وایسه ببینم، گوش کن. الو گوش نمی کنم بابا، برو به کارت برس. الو رفتی؟ سلام. سلام آدم کجاست؟ تو زیر زمینه. اشتباهی زنگ زدن. یه دختر هست اومده رو موجمون مشکوک که میترسن صدای منو بشنوه. امشب تو بخون. چیو؟ بیا هر وقت گفتم دکمه رو میگیری میخونی. دکمه رو بزن. بسم الله الرحمن الرحیم. و صاحب منصبان و سران نیروهای هوایی زمینی دریایی است که با افراد خود به ملت بپیوندند که اطاعت شاه اطاعت طاغوت است و بر سربازان و سایر قوای انتظامی است که از عواملی که برخلاف مسیر ملت است سرپیچی کنند، که اطاعت این عوامر مخالف با قرآن مجید و پیامبر اسلام صلی الله و امام عصر اجل الله می باشد. داودا این دیگه کشی اینجا چی میخواد؟ سلام. این وقت شب اینجا چی کار میکنید؟ مگه نمیدونید حکومت نظامیه؟ من داریم میریم تو. من میریم تو. من میگم اینجا چی کار میکنید؟ میگید داریم میریم تو؟ من میخوام بریم درس بخونیم. با کی؟ با این؟ بله رفیقمه. این چی هست؟ رفیقمه. این رفیقته؟ بله. چند سالته تو؟ 3 کلاس چندومی؟ کلاس دمنه. این چیه؟ خب بلد نیستم مادم اینجا اینو نمیگم اونو میگم غلطی خرابه همیشه همراهشه بزا بره خونه شون مادر در بازمون شما بیاریم الو الو میشنوی؟ کوچه ها باریکند و کونا بستن. ساکت بابا، بابام اومده. بده من اینو بابا، بده من بابا. اصلا کالا اولی من به خدا. تا
تو چرا الان میای؟ بابا من در کوته نمیام، من میترسم، من میکوته. ولش کن، اعلامیه آوردی؟ آره. بده ببین. آقا بعدا من مرده، بعدا اتبای مرده. ما هم میای مسجد. میای ما میای مسجد. از اون بعد چند بار بنویسیم؟ 60 دیگه، نفری 20 تا بعد بنویسیم. از اون بعد نفری 20 تا از اون بعد بنویسیم. آقا من مریض هستم. من خط خوبی. مشقاتو بعد چه جوری بنویسیم؟ آقا تو آقا من میگه خواهرم بنویسه، تو بعد بنویسی. همه کارا من دیگه. نه خب ببین، یه 10 تاشو خودت بنویس با خط خراب. بنویس. من خودم نمیدونم. نه بنویس بیا اینا رو. باورم نمیشد داوود که تو عمرش تاله یه صفحه هم مشق ننوشته بود 33 تا رو تنهایی نوشت. شب حدودا ساعت 11 بود که از خونه زدیم بیرون و شروع به نوشتن شعار و پخش اعلامیه کرد. پدریتون رادیو باز بود، همیشه میرفت رو موج رادیو بازن آماتور. یعنی ما رادیو چت میکردن؟ یه همچی چیزایی. به همه مجوز میدادن؟ به همه نه، ولی یه سری آدم های کله گنده بودن که اونا. پس صاحب قبلی این خونه که از همه آدم ها بود یه ارتشی بود. شما میشناختینشون؟ همسایه بودیم بود؟ فامیلی شندلیبی بود؟ تو از کجا میدونی؟ ولی موج رادیو بازن آماتور. نمیدونم، واقعا نمیدونم که من در آینده هم یا اون در گذشته. من تو 30 سال آینده یا اون تو 30 سال گذشته. گذشته یا آینده، راستی راستی کدومش درسته؟ واقعا اون پشت این رادیو نشسته؟ خوبه همونجا بدم. بکر آه خوبه. تاپ کو، پایش از تاپ کو. پایش از تاپ کو. چطور هستی؟ سلام آقا جان. سلام علیکم، خوش اومدید. سلام باشی. بد نباشین چیه؟ حالا چی بگم خاله؟ سلام علیکم آقا جان. سلام. خوش اومدید. باش. یه چایی بخوری اون بدم بیا ماشین ها اجنه داره به من پاکی اکه من ها باکی خیلی تخته ولی خود بال خودش. سلام. حوصله نداشتم بعد دیگه زنگ آخر نبودم. مامان شما سال 57 اعلامیه پخش میکردین؟ شد من یه سوال بپرسم شما جواب منو بدی؟
الو صدامو میشنوی؟ جواب بده. الو صدامو میشنوی؟ الو الو جواب بده. یکم بلندتر حرف بزن. واسطویی که آها الان واضح شد. سلام خوبی؟ خب سلام خانم، چرا خودتو معرفی نمی کنی؟ من که همین دیروز خودمو معرفی کردم. دیروز؟ آزادم دیگه. منظور 10 روز پیشه دیگه. چی 10 روز پیش؟ خانم کدت چنده؟ با کدوم کد میای روی این موج؟ کد چیه کد میکنی؟ آه اسم تو بگو، آدرست چیه؟ آدرس میخوای چیکار؟ مگه تو آمار منو گرفتی؟ من چیزی گفتم. یه لحظه صبر کن. حاتم اندلیبی میشناسیش؟ زنگ زدنه. این صدا چیه؟ هیچی، نویز موبایلمه. چیه؟ موبایلم خفش کردم، ببخشید. ببین من اصلا نمیخوام اذیتت کنم، ولی اگه یه سوال ازت بپرسم راستشو میگی؟ تا چی باشه؟ مردونه؟ گفتم تا چی باشه. تو حاتمو میشناسی؟ شاید. ببین به هم میگی امروز چه روزیه؟ سه شنبه. منظورم تاریخه، چندم ماهه؟ 22. 22 چه ماهی؟ خب یعنی چیه تقویم بگی بذار جلوت؟ خب ببین من اصلا خودم مطمئن نیستم جریان چی، ولی به هم بگو 22 چه ماهیه؟ سه شنبه 22 آذر. 22 آذر 57؟ جاسوسی؟ گوش کن. گوش نمی کنم. ببین اگه دستم بهت برسه بیچارت می کنم، فهمیدی؟ یه دقیقه صبر کن، گوش کن. گوش نمی کنم، گیرت میارم. مدتیه که هر شب حکومت نظامی اعلام میشه، بابامم شبا دیر میاد خونه. ایشم میگه اگه دستم به کسایی که تو محل شعار میرسن برسه خودم پوستشون رو میکنم. گاهی وقتا از آب وجدان میگیرم. اینا آشنا نیست؟ اینا را کجا خوندی؟ اینم گوش کن. باورم نمیشه تمام اون چیزایی که برام تعریف کرده بود اتفاق افتاد. همونطور که گفته بود داوود شروع کرد به نوشتن شعار. بچه ها وایسین، ببین اینجا که نوشتی شما دوتا میبینی این وری و همینم این وری. خب بنویسیم. برچی اینجا داره می نویسه. ببین چه اینجا می نویسی؟ مادر مادر چی بیگه؟ بیگه به خاطر اینکه مغازه باباشه کسی شک نمی کنه. خیلی خوب بیم بریم. بیا بوده برو بوده ببینم.
پسری لنده خود واسه من سیاسی باز شدی؟ بابا سیاسی باز مملکت رو به گوه کشیدی؟ بابا من رفته به رفیق یاهو برام داشته. چی شده؟ هیچی. شما برو تو. هیچ میدونی خیانت به مملکت یعنی چی؟ میمردی امشب نمیرفتی بیرون؟ بله خیانت یعنی پول بگیری معافی بدی بچهای مردم. ببین دهنی کثیف تو. برو گم شو. نمیدونم واقعا نمیدونم که من در آیندم یا اون در گذشته. من تو 30 سال آینده یا اون تو 30 سال گذشته. گذشته یا آینده، راستی راستی کدومش درسته؟ خانم صدای منو میشنوی؟ من کد 4257 ام. الو اگه میشنوی جواب بده. من حاتمم. خانم صدای منو نمیشنوی؟ نمونه ریختم توی مشروب فروشی سر خیابون. آتیششون زدیم. چه قوقایی. به قول دبیر ادبیاتمون عرق میسین. به قول دبیر ادبیاتمون آقای بهار ملتی. آقای بهار ملتی که شهر آقای بهار ملتی که شرف و قدوم رو شو ازش بگیرم دیگه. به چی سامتون نوکرم چطوری؟ سفتون دفت جلده. خب بابک من هر روز از طریق رادیو دارم با یه آدم حرف میزنم. این آدم، این دفترچه، آره، مال 30 سال پیشه. گوش میده چی میگم؟ تمام اطلاعاتی که این تو هست من به آدم میدم. مدتی که ارشد حکومت نظامی اعلام میشه، بابام هم شبا دیر میاد. میشم گاهی دستم از زدش گذاشتم، میرسم برسه، خودم پوستش میگم. گاهی وقتا از وجدان میگیرم. بابک. تمام چیز تو اصلا حواست دارن؟ آره، دارم گوش میدم. بگو اصلا چیزی که من میگم باور میکنی؟ نه، یعنی آره نه، نمیدونم. بوسه. بیا. آیه. دنبال یک کتاب راجع به انقلاب میگردم. ببین تو خونتون کجاست؟ پیت شمرون، بنبست شهید حسین قروقی، پلاک 133. با صد آشناس؟ یعنی چی؟ حسین زنده است. ببین میدونم باورت نمیشه، منم اولش باورم نمیشد، ولی حقیقت داره. چی حقیقت داره؟ این که ما هر دومون داریم توی یه خونه زندگی میکنیم. منظورت چیه؟ تو الان با چی داری با من حرف میزنی؟ با رادیو. خب چه شکلیه؟ ببین یه رادیوه توی جعبه چوبی بزرگ، یه فرستنده هم پایینشه که دوتا بلنگوی مشکی داره، یه میکروفون فلزی، درسته؟
تو از کجا میدونی؟ واسه اینکه ما هر دومون داریم با همین دستگاه حرف میزنیم. ببین من اصلا نمیفهمم چی میگی. نمیدونم چی باید بگم. خب برای اینکه مطمئن شیم میخوای یه کاری بکنی؟ چه کاری؟ یه چیزی رو یه جای قایم کن. چیو؟ فرقی نمیکنه چی، فقط به من نگو چیه. باشه؟ کجا قایم کنم؟ کجا؟ یه دقیقه صبر کن. ببین یکی از موزاییکای وسط زیرزمینو بکن. ببین واسه چی؟ چقدر سوال میکنی؟ بکن زود باش. خیلی خوب یه دقیقه صبر کن. ببین کندمش. دمت گرم، سه ثانیه هم طول نکشید. چی میگی بابا؟ نیم ساعت دارم جون میکنم، حالا چیکار کنم؟ خیلی خوب، حالا زیرشو بکن یه چیزی توش چال کن. چرا به من نمیگی چه خبره؟ ببین فقط هر چی که هست توی کیسه یه چیزی بذار که نم نکشه ها. نم نکشه؟ اینجا که خشکه. خب الان خشکه، منظورم این که اون موقع خشکه، بعد معلوم نمیشه که این همه سال چی میشه. خب حالا یه چیزی بذار زیر موزاییک. خیلی خوب یه دقیقه وایسا. ببین وزنه ترازو خوبه؟ آره خوب. مگه نگفتم به من نگو چیه؟ ببخشی حواسم نبود. گذاشتمش. گذاشتیش؟ بابا تو دیگه کی هستی؟ خیلی خوب صبر کن برم ببینم. مگه نگفتم وزنه رو نذار؟ گفتی ولی من نگفتم چه شکلیه، چند کیلوه. یه وزنه یک کیلویه. فقط وزنه است؟ چیز دیگه ای نیست؟ چرا؟ با یه انگشتر فیروزه.
سلام. سلام. خوب هستین؟ ممنون. ماما خونه؟ بله بفرمایی. نه مزاحم نمیشم، میشه اینا رو بهشون بدیم؟ مامانم فرستادم براش. بله چشم. راستی دیشب صداتون از رادیو شنیدم، داشتین اعلامی آقا رو میخوندی. صدا منو؟ نه ترسین، کسی صداتون رو نشناخت. بله. خب با اجازه. سلام برسون. ببخشید یه لحظه. اعلامی ها رو امشب شما پخش کنید. امشب؟ بله. چشم، خیالتون راحت. ببخشید. خواهش میکنم. باشه میخوام اینجا رو جا بدم. چیه؟ چرا اینجوری نگاه میکنی؟ قبل از ازدواجت کسی رو دوست داشتی؟ خیلی بی حیا شدی. داشتی دیگه. برو دنبال درست. چند روز پیش نیرو انتظامی منم گرفته بود. نیرو انتظامی چیه؟ پلیس دیگه. واسه چی؟ به خاطر روسری و مانتو. روسری؟ مگه هر کی روسری داشته باشه میگیرن؟ آره هر کی روسری و مانتو کوتاه داشته باشه. بله. نمیخوام سرزنشتون کنم، ولی دردتون چیه که میخواین انقلاب کنی؟ ببین هر عصری دردی داره، هر نسلی شعاری. شما دردتون چیه؟ نمیدونم. خب شما شعارتون چیه؟ باید حق رو گفت، هرچند تلخ باشه. از سرزنش کسی هم نباید ترسید. گفتی انقلاب کی پیروز میشه؟ 22 بهمن. راستی امروز چندومه؟ امروز 28 آذر. حاتم امشب نره بیرون ها. چرا؟ اگه بری بیرون مامورا با تیر میزنن. اینجا نوشته، نگاه کن، بغل سینما مول عراش پای چپ هم تیر میخوره. بعدش زنده میمونه؟ بعدش پاک شده. تو رو خدا امشب نره بیرون. ما نمیشه با بچه ها هماهنگ کردن. چقدر لجباز، یعنی از تیر خوردن نمی ترسی؟ باید بترسم؟ هدفم مهمتره. شما چرا اصلا یه تریپ دیگه ای؟ تریپ؟ چی؟ تریپ. هیچی بابا هیچی. داداش داری با خودت حرفی زنی؟ آره داداش. حاتم، حاتم میشنوی؟ گوشم با توه. با من؟ من که چیزی نگفتم. Thank you.
الو آزاد کجایی؟ آزاد جواب بده. آزاد جواب بده. اومدم هاتم. خوبی؟ خیلی نامردی. چرا چیزی شده؟ مگه نگفتی این بلا قراره سر من بیاد؟ خب دروغ نگفتم. چرا نگفتی این بلا قراره سر اون بچه ها بیاد؟ یه لحظه گوش کن. دیگه گوش نمی کنم. به هیچ کدوم از مزخرفاتت گوش نمی کنم. دیگه هم نمی خوام از آینده هیچ چی بشنوم. خب تقصیر من چیه؟ من چیزی که گفتم اینجا نوشته بود. بقیه‌اش پاک شده بود. من از مدرسه در رفتم چون نگران تو بودم. اگه به من خبر نمیدادی این اتفاق واسه من میافتاد. این هم عوض تشکرته؟ بعد نمیگفتم تا میزدن چلاقت میکردن. آره دیگه اگه التماسم کنی هیچی بهت نمیگم. حالا ازشون هیچ خبر داری؟ سیگار نمیخواستم. یه شماره انقلاب میخوام. کیهان سلام آقا داوود. سلام علیکم. آماده این دیگه تمرین نمیخوام. ببین دلم میخواد اوورتوره حسابی جوندار باشه. ران دادا 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 بار بینم محفظ باشی. من رو خودم میام. آزاده آزاده جواب بده. من اینجام. داوود حالش خیلی بده. من چی کار کنم؟ میدونم اگه کار نکنی از این بدترم میشه. میمیره یعنی؟ اصلا وقت نداریم. باید یه کاری بکنی. چه کاری؟ باید برسونش بیمارستان. بیمارستان نمیشه. من بابام بفهمه میکشتم. اتفاقا فقط بابات میتونه بهتون کمک کنه. مگه دکتر ارتش نیست؟ میگم بفهمه داوود آوردیم اینجا بیچارم میکنه. این چی اینجا نوشتی؟ چی نوشتم؟ بابا یه لقه بیا. بابا بیا دوباره. داوود داره رفیقم. داوود چی؟ رفیقم تیر خورده تو را خدا. تیر؟ زیر زمینم بیا. زیر زمین؟ داوود جو. داوود بیا این به عاشقه دعوتی. بابا برو. بابا تو را خفت شدو برم نیا. Thank you.
برید عقب، برید عقب. برید عقب. برید عقب. ببین پسر، این رفیقت حالش خوبه، اما حقش نبود رو من این کاری میکردی. تا قبل اینکه به هوش بیاد از بیمارستان بیاریمش بیرون، وگرنه ممکنه شکنجهش کنن. خب حالا میخواین چی کار کنین؟ چی؟ میگم حالا میخواین چی کار کنین؟ نمیدونم. ببین تو دفترچه چیزی ننوشته؟ یه لحظه صبر کن. ببین فقط نوشته از راه پنجره فراریش دادیم. بابا چه جوری؟ با اون وضعی که من دیدم اصلا امکان نداره. میخوام برم داخل نهم رو ببینم. اینجا بیمارستان. بیمارستان نهم داخله. ساکه بابا، ساکه. برم کنم همون. میخوام داخل نهم. من نهم باشم. شما زنم. بالا باشه لونه. اگه چیه بابا؟ بیا کمی بابا. قدرن چیه؟ بابا سمت. Thank you.
میرم. خوب هستی؟ ممنون. این اصلا همیشه میدونی؟ نه میام بابا، بچه من سر میزنم. یه دقیقه صبر کنیم. کلید کجا؟ میام زیر زمین الان میام. ببین من آدرس جدیدو بهت میدم، بابام خونه رو فروخته. واسه چی؟ به خاطر اینکه نمیخواد دیگه توی محله باشه دیگه. ببین من یه چیزی هم باید به دستت برسونم. باشه، فقط دفترچه یادت نره ها. دفترچه رو؟ خب آره دیگه، اگه ببری چجوری به دست من برسه؟ فقط اونو زیر موزاییک نذاری ها. من از بین خرت و پرتا پیداش کردم. چیز راستی من هنوز خودم معرفی نکردم. میدونی من کیم؟ دختر آقا خرمی دیگه، همون که این خونه رو خریده. نه نه، اون بابا بزرگمه، من مامانمو میگم. میدونی اون کیه؟ خب میشناسیشا؟ خب کیه؟ مامان من فریده است، همونی که اسمشو تو دفتر چت آوردی. چی شد؟ ناراحت شدی؟ نه. تو واقعا دختر فریده ای؟ نه بد میگفتم، فکر کنم اگه بدونی خب بهتره. آره بهتره. من دفترچه رو با خودم میبرم. نه چرا؟ آخه در مورد تو یه چیزایی نوشتم، نمیخوام فریده بخونه. در مورد من؟ ولی من چیزی در مورد خودم ندیدم. نکنه همون صفایی که پاکشون کردی؟ ببین من چالش کردم باید برم، خداحافظ. حاتم دلم واسه تنگ میشه. مطمئن باش پیدات میکنم. اگه لازم باشه همه تهران رو میگردم و پیدات میکنم. بهت قول میدم. خداحافظ. آره حالا یه خود امانتی هم از بعدم میام میبرم. بفهم. خدا حافظ. بیدار بده به بابا. اندلیبی تماس. امید دیده. خدا. Thank you.
شما میدونین کوچه مژگان کجا؟ نمیدونم. آقا ببخش، شما میدونین کوچه مژگان کجاست؟ نه. ببخشت آقا، شما میدونین کوچه مژگان کجاست؟ خانم ببخشید، کوچه مژگان شما میدونین کجاست؟ آقا ببخشید، شما میدونین کوچه مژگان کجاست؟ نه. کوچه مژگان شما میدونید کجاست؟ نه. ایستگاه بعد آزادی. حاتم 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 حاتم، من آزادم، جواب بده. خیلی بی‌معرفتی. ایران 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 ایران
کشته شده بر ایوان، کشته شده بر ایوان، ایران ایران ایران، رگبار مسلسلها مشته. آجدا آجدا، رگبار مسلسل تکرار بشه، تکرار. آجی سمعک تو نزدی. آها سلام آقا داوود. سلام علیکم، بفرمایید. ببخشید شما میدونی خونه حاتم کجاست؟ دخترم آزاده، ایشون خواهر حاتم هستن. عصری دردی داره، هر نسلی شعاری. شما دردتون چیه؟ نمیدونم. خب شما شعارتون چیه؟ باید هم میگفت هرچند تلخ میشه. از سرزنش کسی نباید پرسید. گفتی انقلاب کی پیروز میشه؟ 22 بهمن.